خیلی زیاد زیاد مشکل هست الان. من وقتی که نامینیت شدم تو نوامبر 2016 همش با مردم داشتم صحبت میکردم و در میزدم، ایونت میرفتم، تو تی پارتی میذاشتیم که با گروه کوچیک بتونیم صحبت بکنیم. خیلی مشکل زیاد هست. مشکل الان هلت کیر پرابلم داریم، انفراستراکچر مشکل داریم، ترانسپورتیشن یه چیزیه که خیلی همه رو اذیت کرده، چون خیلی از رزیدنت های این رایدینگ کامیوت میکنن به کار تو تورنتو و بعد برگردن. خیلی هاشون الان دارن صحبت میکنن که بیشتر از یک ساعت و نیم دو ساعت صبح بعد تو ترافیک باشن، دوباره یک ساعت و نیم دو ساعت تو ترافیک برگردن تو خونه هاشون. خب that's not fair. It's 4 hours، 4 ساعت از خانواده دور هستن، که این یک چیزیه که قبول نباید بکنی. ما باید تنها ما یه رول گورنمنت اینه که باید انفراستراکچر بذاره که کسای تا اونجایی که میتونیم ما سعی کنیم مردم با لافد وانزاشون باشن، با خانوادهشون باشن و وقتشون با اونا باشه، نه تو ترافیک تو خیابون. انقدر مشکل الان زیاد هست برای مردم، یک دونه نمیتونین پک بکنین. خیلی یه چیز بزرگی که خیلی ها به من راجع صحبت میکنن این قیمت هایدرو هست. قیمت هایدرو الان به زیادی رفته بالا که خیلی ها نمیتونن افوردش بکنن. من با یه خانمی صحبت میکردم، میگفت من به خاطر که هایدروم انقدر زیاده باید فرق ببینم چقدر گروشری باید بخرم که تا بتونم با پول هایدروم رو بدم. خب ببینین، یک کشور مثل کانادا که یکی از ریچ ترین کشورها هستش، ما این چیزها رو نباید داشته باشیم. این از a result of a lack of good policies decision making. وقتی شما هایدروی اینجا با کانترکتای بد که ساین کردن، ما هایدرو رو درست میکنیم و میفروشیم، هایدروی اضافه ای که نمیخوایم میفروشیم به آمریکا و با لاس، با ضرر میفروشیم به آمریکا. کی پولشو میده؟ مردم باید پولشو بدن. خب اینا یه چیزاییه که it's unacceptable، این باید عوض بشه. شما هلت کیر نگاه کنین، نرس ها آن هپی هن، دکتر ها آن هپی هن، همه شون زیادتر کار میکنن، کمتر میگیرن و از ریزالت مردم دارن ناراحت میشن. شما الان تو بیمارستان های که میرین، شما الان بیشتر wait time ها انقدر excessive شده که ما they were known as hallway medicine، یعنی فقط توی تخت توی راه رو میذارن که تو اونجا تو هالوی ها بتونن مریض ها رو ببینن. خب ببینیم وقتی ما انقدر پرسنت تکس مردم میدن، یه اکسپکتیشنی از گورنمنت دارن و این اکسپکتیشن it's a realistic expectation. ما باید بهترین سرویس رو به مردم آنتاریو آفر کنیم که الان we're nowhere near that. من خودم بزنسمن هستم. وقتی بهتون میگم شما اگه یه انوایرمنتی که حساب بکنید که منو انقدر پرشر نذارین رو من بیشتر گرو میکنم، بیشتر گرو بکنم، تکسم بیشتر میشه، والیومم بیشتر میشه وقتی میدم. ولی انقدر شما پالیسی و رد تیپ انقدر اینا گذاشتن، یه بزنس ها دیگه تا اینجاست براشون تو خرج و باید تکسشون کم بشه. ما الان یکی از پوینتی که ما گذاشتیم، شما روش رفر کردیم، اون کورپرات تکسی بود که از 11.5 باید تو 10.5 بیاریم. اون این کمک میکنه، اینا همه جاب پرودوسر هستن. اینا رو اگه ما هی بخوام جلوشون هی بردن بذاریم و هی رد تیپ بذاریم، کارا کمتر میشه، کارا کنسل تر میشه، کارا رو میبرن جاهای دیگه، مثل که الان داره میشه. خیلی از کسا به خاطر هایدرو ریت تو آنتاریو، ما میدونیم فکتوری ها رو دارن کلوز میکنن، تو آمریکا دارن باز میکنن. خب این باید شما یه رول یه گورنمنت اینه که خود گورنمنت جاب درست نمیکنه. خود گورنمنت یه ریسپانسیبلیتی داره که بتونه یه پالیسی هایی بذاره که انوایرمنت بتونه اون اجازه بده که بزنس ها بتونن کار پرودوس بکنن و این اونه. دوم شما گفتین راجع به تکس ها، یه خیلی چیزی که من باید پوینت بکنم اینه که ما اگر یه ذره
از این ویست و میسمنج و سکندل ها رو اینا کم بکنم، بیلیون ها این ور ویست شد، بیلیون ها این ور ویست شد، بیلیون ها اینجا ویست شد. شما تمام این بیلیون ها رو اگه همه با هم بذارین میتونین خیلی راحت خرجای اونها رو بدین. فقط باید ویست نکنین پولا رو. We're talking billions of dollars now. تمام سرویس ها will be intact and will be in place. فقط تنها چیزی که ما میکنیم اینه که ما داریم middle class رو میخواییم strengthش بیشتر بکنیم. Middle class کیا هستن؟ Small business owners، کسایی هستن که entrepreneur هستن، invest میکنن. ما اونا رو میخواییم بهشون یه strength بدیم. به خاطر همین یکی از tax bracket هایی که کم کردن strategically اون قولی بود که کسایی که بین جاست و زیادتر از 40,000 دلار و زیر 90,000 دلار پول میسازن اونا 20% تکسشون کمتر میشه. خب این اونو میدل کلاس رو سترینگت در میکنه، چون به نظر من خیلی اینیشیتیو خوبیه. To be honest with you, policy liberal ها نمیتونم دفعه ازش صحبت کنم چون الان زمان election time خیلی policy ازشون میاد. سال پیش یا دو سال پیش و اینا خیلی از این چیزا اصلا حرفش نمیزدن، صحبت نمیکنن. وقتی تا انتخاب شروع شد خیلی زیاد policy در اومد و خیلی قولها دارن میدن. و من راجع به پلان خودمون که میتونم صحبت کنم بهتون بگم، ما up to 6,750 rebate میدن به children تا بتونن این به فامیلیا کمک کنن. فرقش این دکتر، شما فقط نباید توی یه انستیتوشنی بچهاتون رو بذارین که بتونین این کردیت رو بگیرین. شما میتونین بچهاتون رو تو هر پروگرامی که خودتون میخواین انرول کنین، انستیتوشنز، بیبی سیتر if it's more convenient for you. ما یه چیزی که بلیو میکنیم اینه که ما مادر پدر باید دیساید بکنن چی بهتره برای بچه هاشون، نه دولت. وقتی شما میگین جلو زده منظورتون چیه؟ چون وقتی من با مردم صحبت میکنم اینو نمیگن با من راستا. دپنز اون هر بستگی داره چه پولی رو نگاه بکنین، ولی بیشتر پولایی که نگاه میکنین همشون میگن تنها پارتی که الان مردم رو چینج میخوان پارتی پروگرسیو کنسرواتیو هست. چون ما ریالیستیکلی الان تنها پارتی هستیم که داریم practical solutions به problem ها میدیم. NDP الان شما هر روز روزنامه رو که نگاه میکنین یه کاندیدیتشون یه مشکل داره، یه چیزایی گفتن و they're not ready to govern. And that's a fact. ولی we are، ما آماده هستیم. ما این history already Ontario هنوز اون دتی که NDP تو یه ترم گذاشته بود هنوز تموم نکردیم بدیم. سو فکر نمیکنم وقتش باشه شما اونجا بریم. Well, that's not completely true. برای اینکه خیلی از پالیسی ها already release شده و خیلی از پالیسی ها رو ما already announce کردیم. شما اگه entirety platform رو میگین you're 100% right. اون تو این هفته release میشه که completely همه چی رو بتونیم ببینیم. ولی خیلی از پالیسی ها already release شدن و ما صحبت کردیم، راجبش announce کردیم. ما وقتی بعد یه leadership review، وقتی leader قبلیمون که step down کرد، این لیدر رفتیم توی لیدرشپ جدید و تو دو ماه این وقت داشتن که بتونن این پالیسی ها رو دوباره پرودوس بکنن. این پلتفرم درست کردن چیز یک ماهه نیست، این یه چیزیه که تایم میکشه، کانسلتیشن میخواد با اکسپرت ها تو فیلد و این تایم کشید. به خاطر همین and they wanted to get it right، میخواستن واقعا یه پلتفرم بذارن که ما we want to show that we're a party ready to govern. Not a party که فقط بنویسیم توی چیز. خیلی تو این رایدینگ خیلی ایرانی ها زیادتر شدن و دارن بیشتر هم میشن و من خیلی موقع که در میزنم برای که باز میکنن خیلی اینتراکشن خیلی خوبی داریم با هم. هم اونا خوشحال میشن هم من خوشحال میشم. و الان اینجا roughly تقریبا 15% ایرانی هستش توی این رایدینگ. Between 12-15% ایرانی هست توی این رایدینگ. و I'm excited. I hope I'm looking forward to serving them if I get elected.